احتیاج بسیار زیادی الان برای آموزش عالی هست، توجه به آموزش عالی کمتر شده به علت مسائل مالی که وجود داره. اولین هنوز که هنوز حتی در یک کشور پیشرفته مثل آمریکا مسئله آموزش و پژوهش یک مسئله لاکچری محسوب میشه در قیاس با بقیه مسائل. بنابراین اولین جایی که بودجهش رو بخوام بزنن مسئله بودجه آموزشه. وقف حدود بیش از 20% در آمریکا کاهش پیدا کرده، وقفی که برای آموزش عالی میشده، و مسائل دیگه‌ای که از این دست هست که حالا من از اینا مجبورم بگذارم. حالا نهایتاً چی؟ نهایتاً اینه که ما همش میگیم بچه برو درس بخون که بتونی موفق بشی، پولدار بشی. واقعیتش این است که ما الان دو جور گدا داریم، یه کسایی که عاقل‌ترن از اول میرن گدایی میکنن، یه کسایی که تازه بعد از فارغ التحصیلی با لباس فارغ التحصیلی میرن گدایی میکنن. در ایران ما که میدونید وضع بدتر، به گفته شهردار یا یکی از معاونین شهردار تهران 30% گدایان تهران رو مدارک لیسانس تشکیل میده. بنابراین باز هم هنر نزد ایرانیان است. حالا این، اما در مورد، من گفتم این انبوه سازی که بعد از جنگ کره انجام شد، همون اتفاقی که بعد از انقلاب تصمیم گرفته شد که ما انبوه سازی پزشک رو انجام بدیم در ایران و الان تعداد زیادی پزشک بیکار داریم که عموما کارهایی به غیر از کار غیر پزشکی میکنن، این انبوه سازی دانشگاهی و دانشجویی باعث شده که نگاه کنید چه اتفاقی بیفته. انگلیسی پروفشنسی در انگلیسی از 40% به 31% در بین دانشجویان کاهش پیدا کرده. ادبیات از 51% به 41% کاهش پیدا کرده. و اینجا رو نگاه بکنید که یک تعداد مشخصی از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه های بین 20-30% فقط یک چیزای پایه‌ای رو بلد هستن و مهارت‌های پایه‌ای رو بلدن، مهارت‌های تخصصی ندارن. در ضمن این تحقیق نشون میده که تفاوت زیادی بین دانشگاه‌های خصوصی و دانشگاه‌های دولتی وجود نداره. همونطور که خانم دکتر نوری گفتن و فکر می‌کنم شاید قبل از اونم اشاره شد بهش، فکر می‌کنم خانم دکتر رمضانی هم اشاره کردن، دیگران اصولا همه از این ناراحتن که دانشجویانی که وارد کار میشن اصلا اسکیلای لازم رو ندارن، مهارت‌های لازم رو ندارن، یعنی چیزی در دانشگاه نیاموختن. من امروزه با بعضی از دانشجویانی برخورد دارم که وقتی که بهشون میگم تو نمیخوای این رو یاد بگیری، میگن اصلا یاد گرفتن برای من مهم نیست، من فقط مدرک میخوام. خب اینها با یه مدرکی حالا به هر ترتیبی میرن بالا و میخوان استخدام میشن، اونجاست که متاسفانه مشخص میشه که اینا مثل یک پنیری هستن، پنیر سوئیسی که همه جاش سوراخه و اون در واقع اطلاعاتیه که دارن از چیزایی که در دانشگاه آموختن. نگاه بکنین کسایی که باید در 4 سال دانشگاه رو تموم بکنن معمولا در 6 سال تموم کردن. 56.4% دانشجویان 6 ساله دانشگاه 4 ساله رو تموم میکنن. از این بین 53%شون رو خانوم ها تشکیل دادن و 59.2%شون رو هم خانوم ها هستن. برای اطلاعات بیشتر میتونید به اون سایت مراجعه بکنید. تعداد بیشتری دارن از های سکول دراپ میکنن، الان ریت شده به 77.5%. کسایی که ما در آمریکا قبلا کالج پارتیسیپیشن، کسانی که از دبیرستان به دانشگاه میرفتن بین سنین 18-24 سال، ما رتبه 1 رو در، منظورم در آمریکا رتبه 1 بوده، الان به رتبه 7 افتاده. اشاره آقای اوباما امسال در یونین ادرسی که میدادن این بود که ما باید از کره ای ها رو یاد بگیریم. میدونیم کره الان بهترین سیستم آموزش، کره جنوبی البته، منظورم کره شمالی که البته اونا بهترین رو دارن ولی به این نحو دیگه، ولی کره جنوبی بهترین آموزش علمی رو در سطح دنیا داره. هم مهارت های دانشجویان کره ای در ریاضیات، در علوم و هم در ادبیات با 1% بسیار زیادی از بقیه کشورهای دیگه بیشتر. علت اول آقای اوباما اشاره کرد، نمیدونم چند نفر به این مسئله اینجا، علت اول این است که معلمین و استادان دانشگاه در کره بالاترین حقوق رو دارن، بالاترین حقوق رو دارن. حالا این رو مقایسه کنید با کشورهای دیگه و از جمله از آمریکا. ما
قبلا رتبه دو بودیم برای دانشجویانی که بین 35 تا 64 میرفتن به دانشگاه، الان به رتبه 10 افتادیم و کلا به رتبه 15 هم افتادیم برای کسانی که کالج یا دانشگاه رو تمام میکنن. و از تازه اینا کلا من دارم میانگین این آمار رو میدم بهتون. و از در علم، علوم و ریاضی، علم منظورم دقیقاً ساینس مثل فیزیک، شیمی، فیزیک و شیمی و زیست شناسی بسیار بسیار بدتره. بسیار ما الان رتبه 35 رو در دنیا داریم، یعنی توی علوم و ریاضیات آمریکا بسیار عقب افتاده، بسیار عقب افتاده. یک صحبتی از آلبرت اینشتین، میدونید اینشتین در مورد همه چی صحبت کرد، یه ذره من یاد امامای خودمون میندازه، ولی خب یکی از چیزایی که من خوشم میاد راجع بهش صحبت بکنم این هست که این یه مسئله‌ای که دیدم به این مربوط میشه، این است که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مشکلاتی رو که خودمون با فکر خودمون درست کردیم بتونیم با همون نوع طرز تفکر هم حلشون کنیم، به یک نوع طرز تفکری با در فرای وجود داره. این دو اسلاید آخر من هست که میخوام توجهتون بهتون بدم که خصوص به سخنران بسیار محترم بعدی آقای دکتر اکبری معروف میشه، این است که ما اصلا چه انتظاری داریم از آموزش عالی؟ واقعا آیا موفقیت رو فقط در این میبینیم که پول بیشتر کسب کنیم؟ باور کنید خیلی راه‌های بهتری از آموزش عالی در برای پول به دست آوردن داره. آیا فقط ما میخوایم یه همچین زندگی رو داشته باشیم؟ من توصیه‌ام اینه که دنبال آموزش عالی نریم، راه‌های بهتری هم هست که بشه این کارو کرد. یا اینکه نه، واقعا هدف ما اون چیزی بوده که همیشه قرار بوده باشه، وقتی که ما به دانشگاه میریم منظورمون اینه که ما بتونیم استعدادها و خلاقیت‌ها رو شکوفا بکنیم، از اینکه در درون یک جعبه بسته فکر بکنیم. اون چیزایی که میگن در سخنرانی‌های قبلی خیلی خیلی اشاره شد به این مسئله اندیشه نقاد، اندیشیدن نقاد، چیزی که داره متاسفانه از جوامع برمی‌بنده و ما شدیداً به اون احتیاج داریم. اجازه بدید که من همینجا حرفمو تموم کنم، فقط یک مسئله ای رو بگم که فکر من این هست که هیچ چیزی عزیزتر از جان بچه های ما نیست و خوشبختیشون. وقتی که چون متاسفانه موقعی که من در دانشگاه MIT بودم شاهد خودکشی یکی از دانشجویان خودم بودم که چینی بود، البته به علت فشار بسیار زیادی که پدر و مادرش به این میوردن و این نمراتش روز به روز داشت کمتر میشد، من فکر میکردم که البته اون پدر مادرم دانشگاه رو سو کردن و به هیجام نرسید، من فکر میکردم آیا ارزش گرفتن یک مدرک از MIT بیشتر بود یا اینکه ما ببینیم بچه‌مون کنارمون هر سال هست، میتونیم ببینیمش و از دیدنش و در کنارش بودنش لذت ببریم. ممنونم.